بچه ها درود دوباره. ما اومدیم یکی از رستوران های لب ساحل، اینجا شام سفارش دادیم، نشستیم. پسرمون هم خیلی خسته شده بود، داره سر صدا میکنه با اینکه شامش خورده، ولی چون بیرون بودیم از گرما خیلی خسته شده، چون آقا خیلی هم گرمایی هستن. الا ما با قربون پاهای خوشگلت بشه. عجب نونش سیرونی خب. داره باحاله. بچه‌ها این نونه که کنجد و سیر و آویشن و اینا بهش میزنم طعمدارش میکنم، و روغن زیتون که بیشتر غذاها با روغن زیتون اینجا. بگیرم امیدم ببینید. امید همش دارم میبینم. چی رو همش دارم میبینم. من امید اومدیم لب دریا، به جای اینکه خوراک دریایی بخور اسپاگتی داره میخوره. کلا اسپاگتی. همش با اسپاگتی. بابا اینجا لب ساحل، خوراکای دریایی اینجا فوق‌العاده است. اول بگم ما کجاییم. اینجا اسم ساحلش ساحل لاس کانتراسه. ساحل اصلی لاس پالماس، پایتخت جزیره لاس کانتراس، یکی از بزرگترین ساحلای اینجاست. 3 کیلومتر ساحل داره و خیلی توریستیه. بعد دیگه الان هم میبینید که خیلی شلوغه و یه مسیر پیاده روی داره که اینجا چند کیلومتر تا داخل شهرم میره، که همه اینجا پیاده روی میکنن و میدوئن و از ساحل و از هوا. با اینکه الان چیزه تابستون خیلی گرم بود، ولی الان نسیم دریا اینجا رو خیلی خنک کرده، عالیه. بعد اینجا رستوران همه خوراکای دریایی خیلی تازه و خوبی دارن، که من الان یه اختاپوس براتون سفارش دادم که خیلی دوست دارم، خیلی خوش طعمه. میگواش، صدفاش، انواع ماهیاش خیلی عالیه، ولی شوهرم اهل خوراک دریایی نیست دیگه، چیکار کنیم. پسرمون هم داره نون روغنی میخوره. مامان پای خوشگلتو من ببینم، پای خوشگلتو من ببینم، از اینجا اویزونه، دست خوشگلتو من ببینم. مامان نه مامی، دوربینو نگیر عشق من. امیدم کلشو میاره همش. الان میخوای موهاتو درست کنی تو دوربین؟ آره آره، دارم نگاه میکنم موهامو درست کنم سفیه. آره خلاصه اینجوری میبینید که چقدر جمعیت زیاده. الان ماه آگوست اسپانیایی خیلی سفر. مامان چه خبره؟ خیلی سفر میکنن. این الان بیشتر توریست داخلی داریم، ولی خب در کل تابستون توریست خارجی هم اینجا میان. بعد دیگه چی میخوایم بگیم امید؟ هوا خیلی عالیه، تازه خنک شده، خوب شده. وقتی که ما سوئد بودیم یه چیکه افتاب که میمد همش میدویدیم زیرش، ولی الان که اینجا هستیم دیگه این خبرها نیست، همش دنبال سایه میگردیم مثل اون زمانی که تو ایران بودیم. آره یه اختاپوس خوشمزه ما رو بیارن. ماما نون بخور پسرم. البته پسر ما سوپشو خورده، من خودم برای سوپ درست کرده بودم آوردم خورده. بعد ماهی و چیزایی که نرمم باشه میخوره، نون و اسپاگتی و دیگه همه چی میخوره، ولی چیزای سفت و نه. یکی از بچه ها پرسیده بود که چرا به اینجا میگن قناری، به این جزایر میگن قناری. آمی تو میدونی چرا به اینجا میگن قناری؟ اینجا قبلا پر سگ بوده، مثل این یارو که الان ما گیر داده، هنوز هم بعضی از این سگا هستن. آه اون که ما بیچاره سگ گناه داره، اون که تفلکی مثل این عیزان حالا مثل این دشمن های ما که سگن، قبلا اینجا سگ زیاد بوده بهش میگن قناری. میگن که به یونانی سگ میشده قناری، ولی من یعنی توی ویکی‌پدیا من اینو خوندم، ولی من تو گوگل ترنسلیت دیدم قناری نمیشه سگ. حالا نمیدونم اطلاعاتی بود که تو ویکی‌پدیا. سر صورت بچه‌مو پاک کنم. آره اینجا سگ الان نیست، ولی ظاهرا قبلا سگ زیاد بوده و اسم حیوان پرنده قناری هم گویا از این پرنده ها. ولی قناری اینجا زیاده، توتی و قناری خیلی زیاده. حیوانای اینجا جزیره چی هنو میدید؟ یکی دلفینه، دلفینه، این سوسمارا، سوسمارا زیادن، همین مثل مارمولکن. بعد آخ این بچه های اینا بدتر از بچه ما. بعد آره
بعد گیاهاش هم که کاکتوسه و نخله و توتی های خیلی خیلی خوش رنگ و پرنده های بومی خیلی خوش رنگی اونجا داره. حالا وقتی رفتیم باغ پرندگان اون موقع براتون میگیرم. برای ما اومد اسپاگتی بلنسان، خوراک دریایی بخور، دریایی خوبه. دریایی من یکم دیر آمده میشه، هنوز نیومده، ولی مال آقا امید اومد. جانم مامان، پسر مامان دوتا دوست پیدا کرده اینجا، الان هم همه این رومیزی رو میکشه در با داغون میکنه. خب بچه ها، خوراک منم اومد. این اختاپوس یا همون هشپای خودمونه که یه غذای مالگالیسیا، یکی از استانهای اسپانیاست که البته همه جای اسپانیا خورده میشه. مال آقای امید اسپاگتیه دیگه، اسپاگتی همه جا هست، ولی خب مثلا خوبی اسپانیا اینه که مثل ما مثلا با گوشت چرخ کرده و اینا، یا مثلا با کرم و خامه درست میکنن. مثلا تو سوئد همین هم نمیزدن. چی میزدن؟ امید یه رب گوجه میزدن روش میخوردن. ولی حالا خوبی اینجا اینه که مثل سبک ما درست میکنن، سبک ایرانی اسپاگتی درست میکنن. اونم که اختاپوسه که میپزنش و باید دقت فقط به زمان پختش بکنی که نه زیاد بپزه نه کم بپزه. خیلی خوشمزه است، طعمش رو من خیلی دوست دارم که حالا معمولا با سیب زمینی یا مثلا با فلفل دلمه و یه سری چیزای دیگه تزیین میکنن و میخورن. که آره، برای من یکی از غذاهای اسپانیا هستش. حالا دونه دونه بهتون معرفی میکنم، غذای دریایی اینجا زیاد داره. و الانم که بیرونم، حالا البته الان دیگه تاریک شده، شب شده، ولی الان لب ساحل گفتم لاس کانتراس نشستیم و دیگه داریم از آب و هوا لذت میبریم. امیدوارم شما هم خوب و خوش باشید و فعلا از همگی خداحافظی میکنم. فعلا بدرود.